آبجی چایی میخوری؟ یه دونه بده. بفرما. یه چایی میچسبه. صبر کن صبر کن. بیا پولشو از این کم کن. باشه، چیز دیگه نمیخوای؟ نه جونم، ممنون. خواهش میکنم. حالا که مشکل دارین یاد مادرتون افتادین. بگو تو کجایی؟ میگن بابا رو ول کردی و رفتی. چی شد؟ حالا که تصادف کرد بابات برات عزیز شد؟ آره دیگه، هیچکی نمیپرسه مامانم زنده است یا مرده. من چرا باید بپرسم تو زنده یا مرده؟ چرا بپرسم؟ کارای تو رو کی میتونه ببخشه؟ تهمته. از اون ایلول آشغال گرفته تا بقیه همتون یکی شدین. حالا برین بشکن بزنین نسرین رفت، ببینم وقتی من نیستم به جون کی میافتین. چی میگی؟ کجا میری؟ اینقدر چرت و پرت نگو لطفاً. اون مرتی که این روانی بابات میخواست منو بکشه، عمدن ماشینو کوبید به درخت. مطمئنم همینطوره. آخرین بارم که دوست پسرت وسط رو ولت کرد همینو گفتی. از هر ده جملت نه تاش دروغه. حتی هر ده. خیلی خب باشه، از شر نسرینم راحت شدی. باباتونو بردارین برین خیرشو ببینی. ای وای ای وای، کیفمو زدن، بگیرینشون. ای وای ای وای. اومد. از این فیلم خوشم اومد. شب خیلی خوش گذشت مگه نه؟ آره خیلی. از همتون خیلی خیلی ممنونم. عالی بود اسما جون. جون عزیز دلمی تو. ایپه کجاست؟ نمیاد اینجا؟ اون چیزه، بیمارستان یه چیزی جا گذاشته بود، صبح خیلی زود رفتش بیمارستان اونو برداره. خب قرار نیست بیا؟ نه، اون موهاشو خودش درست میکنه، میاد هتل. ای بابا، اون اینجور چیزها رو از دست نمیده. چی چا گذاشته بود که اینقدر مهمه؟ بذار یه زنگ بهش بزنم. گوشید پیش منه. اینم جدیده ای پی، کار یاد گرفتی یا گوشیم چرا همش پیش توی آخه؟ همینی که هست، تو عروس تشریف داری، برای همین گوشی موشی نمیدم دستت، مد جدیده. چرا مثلا؟ چون وقتی عروس تویی ممکنه بهت زنگ بزنن بگن آی بودو بیا اورژانس، تو هم برمیگردی میگی باشه، بعد میگی بذار اول یه سر برم اتاق عمل، بعد سر فرصت ازدواج میکنم. برای همین گوشیت برای احتیاط دست منه. اسما تو رو خدا اینقدر چرت و پرت نگو. گوشیمو بده، میخوام به ایپک زنگ بزنم. نگران شدم. گوشیمو بده. خب من زنگ میزنم. تو باید استراحت کنی، به شب حسابی خسته میشی. یعنی تو عروسی با اون همه مهمون و شلوغی خسته میشی. خب
زنگ بزنم. زنگ بزن بهش ببینم. زود باش. اسما؟ الو ایپک کجایی؟ پیش بابامم. آها پس تو ترافیک گیر کردی، ممکنه نتونی برسی، اما اگه راه باز شد ما هنوز تو آرایشگاهیم. چیزه آبجین پیشته؟ نذاری چیزی بفهمه باشه؟ نه نه همون شینیون خوبه، نه ترس مثل من نمیشی، من شینیون نمی کنم. اسما جون چاخانم میکنی؟ درست و حسابی چاخان کن، داری چی میگی؟ الو ایپک. آبجی جون ببین من خیلی فکر کردم، میگم به بابا زنگ بزنیم دعوتش کنی. بابا؟ خب چی بگم نمیدونم. من دیروز خیلی تند باهاش حرف زدم، تو به جای من یه زنگ بهش بزن. خب زنگ میزنم. آره باشه. خیلی خب باشه، ممنون. کارتم تموم کن بیا دیگه، منتظرتیم. زود باش. باشه. هنوز به هوش نیومده؟ فکرتو خراب نکن، جواب آزمایشش اومد، مشکلی نیست. خب بابا نه نه نباید درش بیاری. آقا به دات لولهی تو بینیتون کمک میکنه راحت نفس بکشیم، باید همونجا بمونه. من چم شده؟ با هم چی کار کردی؟ بابا جونم نه، آروم باش خواهش میکنم. چی شده؟ چیزی نشده، حالت خوبه؟ یه تصادفی کوچولو کردی؟ نسرین خوبه؟ نکنه اون مرده. خدایا چی کار کرده؟ بابا جون تو کاری نکردی، نمرده، نگران نباش، حالش خوبه. راستشو بگو ایپک، خواهش میکنم راستشو بگو دختر. متاسفم، اینقدر حالش خوبه که ولت کرده و رفته. کاش خدا بیامرزم بود میدید، خیلی خوشحال میشد. کاشکی. خدا رحمتش کنه. سرتو بذار اینجا یکم استراحت کن. مگه وقت استراحت داریم عمو؟ عروس خانم منتظرمونه، دیر برسیم عصبانی میشه. ای بابا چرا همیشه باید مردم منتظر بمونن؟ یکم هم خانوما منتظر شن. ما دوتا سالهای ساله که انتظار هم دیگه رو میکشیم، دیگه بیشتر نشه. پس دوتا شروع کنیم. آره شروع کنیم، عجله دارم خیلی. عجیبه قیچی نمیبره. چطور نمیبره؟ نمیدونم علی یوسف. آها حله. فهمیدم چرا نمیبره. الا بلا باید معطل میکنی نه؟ چرا نمیبره عمو حسین؟ داداش آها الان میبره، تیزه تیز میشه. حالا میبره. بله که میبره. قاپیدی فوری هم گذاشتی تو جیبت، حالا میبره. بیا رو پوش مال خودت. تعجب کردم. گفتم با بقیه فرق داشته باشم، بیام سر اصلاح دومادمون. این چه حرفیه داداش، تو همیشه با بقیه فرق. بله اما حضرت آقا مثل یه غریبه برام دعوتنامه فرستادی. داداش خیلی یه هایی تصمیم گرفتم، همش تو یه روز. دعوتنامه ها رو امروز چاپ کردم، همین امروز هم پخش کردم. بیا دوباره بغلت کنم، تبریک میگم بهت. ممنون. ریخت ماشین منو ببین. از دست شما. چی کار کردین بچه ها؟ دمتون گرم. مبارکه. چه کردن؟ مبارکت باشه. ممنون.
بابا جون من دارم میرم. اگه شب بر نگشتم صبح اول وقت پیشتم باشه، نگران نباش. باشه دخترم. عقد ساعت چنده؟ روزه یا شب؟ بابا خواهش میکنم پشیمونم نکن که بهت گفتم. امروز قشنگترین روز آبجیمه، نمیخوام هیچی خرابش کنه. دخترم من پدر اونم، چرا خرابش کنم؟ نه منظورم این نبود، نمیخوام غیر از خوشبختیش با علی آصف به هیچ چیز دیگه ای فکر کنه بابا جون. به نظرت من میخوام که اون ناراحت شه؟ چه خواسته چه نخواسته، جفتمون میدونیم که اگه بری اونجا چی میشه، مگه نه؟ پس نیا. باشه دخترم برو. اگه میخواست دعوتم میکرد. آره بابا دعوتت میکرد. هیچ وقت نتونستم پیشش باشم، خیلی پشیمونم. الانم سر عقدش نمیتونم پیشش باشم. شاید به مرور زمان درست شد، طول میکشه بابا. نمیدونی چقدر دلم میخواد اونو تو اون لباس سفید ببینم ایپک، خیلی دلم میخواد لحظه ای که ایلولم داره خانواده خودشو میسازه ببینم. دخترم بابا اتفاقایی که افتاد کم نبود. میدونم دخترم میدونم، اما اینا لحظه هایی هن که تکرار نمیشن. کاش میشد بیام یه جایی که نمیتونه منو ببینه وایسم، بدون این که چیزی بگم فقط تماشاش کن. کاش میشد. پس این دلارو کجا موند؟ دیر نرسی؟ زنگ زدم آرش که خبر دادم یه ساعت و نیمه دیگه همه زم ایلول از تصادف بابا. خواستتون باشه از دهنتون نپره. نگران نباش، البته که هیچی نمیگم. نیازی نیست تو قشنگترین روزش حالش گرفته بشه. آره اومدم میتونیم بریم. بفرما. چطوری عزیزم؟ زیاد وقت ندارم، هر حرفی داری زودتر بگو. برنامه شبمون چیه؟ من امشب یه جشن عروسی دعوتم. خودم میدونم عروسی، برای همین میپرسم سر چم میای دنبالم. تو عالم رویا سر میکنی نازلیم، اون عروسی رو با تو نمیرم. آه برای چی؟ به نظر من که خیلی با هم دیگه جوری. موضوع جور بودن یا نبودن نیست، این کارو نمیکنم. منم از تو نپرسیدم که میکنی یا نه، البته دیروزم نپرسیدم. چیه؟ چه خبره؟ لطفاً گوشی رو قطع کنین آقا سینان، باید صحبت کنیم. بهت زنگ میزنم. چه خبره؟ به نفعتونه که با آرامش تشریف بیاری. از چی حرف میزنی؟ تصمیم سلیمان خانه و همینطور حکم دادگاه. گویا درمانتون رو رد کردین، اومدیم شما رو ببریم. اینطوری نیست آقا سینان، متوجه نیستی؟ برای این که تو هیئت مدیره بمونین باید یه مدت تو کلینیک استراحت کنین، خون سردیتون رو حفظ کنین. این چرندیات چیه؟ من کلینیک نمیرم، با پدرم حرف میزنم. برین کنار. بهتون گفتم برین کنار. آقا سینان مزاحم کارمون نشین، ببرینش. ولم کنین. توانشو پس میدین، توان این کارتون رو پس میدین. ولم کنین. میدونم چی کارتون کنم، توانشو پس بدین. چطور با پسر خودت این کارو کردی؟ چطور تونستی؟ تو اون حکم دادگاه از کجا آوردی؟ پسرم خودتم میدونی حالت بده، خواهش میکنم دیروز به پدر خودت حمله کردی، یادت رفته؟ همه چی نقشه خودته.
باور کن این قلب پیرم دیگه طاقت نداره. هیچ کس نمیخواد بچهشو تو این حال ببینه. تقاس اینو پس میدی؟ این بیمارستان که به خاطرش پسر خودت هم فدا کردی رو سرت خراب میشه. تک و تنها نفس آخرتو میکشی. تماشا میکنم. یه لیوان آبم دستت نمیدم. قسم میخورم. ولم کنید. ولم کن. مرگ تو تماشا میکنم. شنیدی؟ ولم کن. خود کنه قبل از زخم اون نازلی عوضی دست گل به آب نده. دلهوره دارم. بس دیگه بی خودی هرس نخورین. بهتون قول میدم امشب هیچ مشکلی پیش نمیاد. نازلی آخرین برگ برندش رو روی کرد دیگه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. خیالتون راحت. امیدوارم همینطور باشه. من میرم. برابکس آماده باشین. این شما و این دکتر علی آصف اقلو. به 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 دکتر ممنون. شما چقدر خوشتیپ شدین سمت. ممنونم دکتر، خیلی خوشتیپ شدین. ممنونم آن. اسم خانوم چقدر خوشگل شدی. چه خانم ظریف و زیبایی. چه آقای خوشتیپی. خوش رنگ شدی. ما اینیم دیگه. خب عروسم هنوز آماده نیست؟ هنوز نمیتونم تحویل بگیرم؟ باید ببینمش. دکتر ایلون وای دوبله شده در استدیو جدید. چشم نخورین. خب چی کار کنیم؟ فعلا شماها رو تنها میذاریم جوونا. تو سالن منتظرتونیم. فکر خوبیه. راه بیفتیم بچه‌ها. زود باشیم بریم بریم بریم. دیر نیا اینا. زود بیا. من چقدر خوش شانسم. مثل پریا شدی. خیلی خوشگل شدی. شب شب خیلی قشنگی میشه.
زوج سال وارد میشن. بزن دست خشنگرو. باورم نمیشه، یعنی واقعا داریم ازدواج میکنیم؟ آره، این رویای خودمونه. هیچ وقت بیدار نشیم باشه؟ از هیجان نمیتونم حرف بزنم. مهمونای عزیز، به زوج خوشبختمون خوش آمد میگم و امیدوارم به همتون خوش بگذره. آرزو میکنم این زوج خوشبخت تا آخر عمر با رضایت و شادی کنار هم زندگی کنن. خندتون زیاد طول نمی کشه. چی کار میکنی؟ خودت چی کار میکنی؟ دستم و بلکن کاسه یه داختر ازش. وقتی من هستم به هدفت نمیرسی، فهمیدی؟ به نفعت تو لیست دشمنای من نباشی. خیلی ترسیدم، خیلی خیلی پشیمون میشی. مطمئن باش پشیمون میشی. وقتی پشیمون شدم دربارش حرف میزنیم، اما فعلا از اینجا گورتو گم کن، برو بیرون. خوش اومدی، برو گم شو. هری، شما سرکار خانم ایلول اردم، علیاصف دنیز اغلو رو به میل و اراده شخصی خودتون با صمیم قلب به همسری خودتون میپذیرین؟ بله. کجا بودی تو؟ هیچی، رفته بودم هوا خوری. باید میدیدی. باشه،
شما آقای علی‌آصف دنیزوغلو، سرکار خانم ایلول اردم و به میل و اراده شخصی خودتون از صمیم قلب به همسری خودتون میپذیرین؟ بله! بله، همونطور که دیدین همدیگر رو به همسری پذیرفتن. شما هم شاهد هستین؟ هستین. بله خانم، شاهدی. خیلی خوشگل شده. من براتون آرزوی خوشبختی میکنم و با اختیاری که به هم داده شده شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. زنده با بایدون. بفرمایی خانومی. من اینجوری نمیرم. چرا؟ یه چیزی یادت رفته ها. چی؟ خب داماد عروس رو بغل میکنه میبره. داماد عروس رو بغل میکنه. خوبه؟ دوبله شده در اسم بغل میکنی. بفرما. این زندگی فقط وقتی تو هستی قشنگ و قابل تحمله. بدون تو نمیخوام زندگی کنم. خیلی خوب، بس بذارم زمین. من الان میام. خب الان برمیگردم. برگرد. بله، رومانتیک. او میخوای همه رو روشن کنی؟
اومدم. به زندگیم خوش اومدی ایلول اردم دنیز اغلو. بالاخره با هم تنها شدیم. به سلامتی عشق. عشق ما میتونم تا آخر عمر اینطوری نگات کنم. همیشه دوستت داشتم. دارم. تا آخر عمر. سلام داداشم، خواهش میکنم راحت باشی. البته دیگه کسی نمیتونه مزاحمتون بشه. یکم دیگه باید بخوابین. چیزی نیست؟ بله بابا جان. ها داشت یادم می رفتم.
خوشبخت بشی. زمان حال، میدونم نمیاد، اما من اینجا منتظرش میمونم، میمونم تا بیاد. اون هم جای من بود منتظرم میشد. خانم ایلول، آقای علی آصف اونجایی؟ مجبورم در رو بشکنم. تو همینجا باش. بیای. چه خبر؟ آقا باشین. لطفا توضیح بدین. توضیح بدین ببینم چی شده. من همکارشم. خواهش می‌کنم. ببینم خواهرش لطفا به من توضیح بدین ببین چی شده. چه اتفاقی افتاده؟ ایلول چی کار کرده؟ میشه به ما بگین چی شده؟ من خواهش می‌کنم چه خبر بدین. دکتر ایلول کجاست؟ دکتر ایلول کجاست؟ خواهرش هم نگران. ایلول دکتر ایلول آقا میگم برین کنار. آروم باشین. دکتر ایلول آقا باز کنم میکنم برین کنار. ایلول مزاحم کارمون نشین. آروم باشین. دکتر ایلولو چرا میبرین؟ چی خبره؟ ما نمیتونیم چی داریم دکتر ایلولو میبریم. تشریف بیارین. آقا ایلول چی شده؟ ایلول اجازه بدید. چی شده؟ برین کنار. مزاحم کارمون نشین. راهو باز کنین لطفا. راهو باز کنین. ایلول جواب بده چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ بابا ما نگرانیم. بابا من به عرضه بود بود یه لحظه. من دوست دارم من همکارش هم خواهرش غریبه نیست همکاری. خواهش میکنم یه چیزی به یه لحظه همکارش هم یه لحظه سرکار علی‌آصف صدامو بشنو برگرد.